سلام دوست عزیزم امروز میخوایم با همدیگه توی خونه و به بهترین روش و البته ساده ترین روش کباب کوبیده رو یاد بگیریم که همونجور که توی تصویر میبینید بافت فنری و نرمی داره فقط قبلش محبت کنید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله روشن کنید تا به محض اومدن ویدیو جدید بتونید اون رو ببینید همونجور که میبینید بسیار بافت نرمی داره و اصلا مهم نیست که شما تا به حال کباب کوبیده درست نکرده باشید یعنی اگه با این رسپی درست کنید حتما کباب کوبیده شما عالی میشه و سیخ کباب نمیریزه خب با من همراه باشید تا درستش کنیم اولا به ازای هر پنج تا شیش نفر شما یک کیلو گوشت احتیاج دارید و گوشت باید راسته گوساله و قلوگاه گوسفندی باشه یعنی پنجا پنجا بعد استفاده کنید یعنی اگه یک کیلو گوشت استفاده میکنه حتما نیم کیلو راسه گوساله باشه و نیم کیلو قلوگاه گوسفندی اگه بیشتر از این قلوگاه استفاده بکنید گوشت چرب میشه و به براحتی از سیخ کباب میریزه سه بار از چرخ گوشت ردش بکنید بعد هم توفاله پیاز یعنی پیازی که رنده ریز کردید و کاملا یعنی 100 درصد آبش گرفتید و توفاله فقط باقی مونده رو بهش اضافه میکنید نمک میزنید و جوش شیرین اصلا جوش شیرین موردی نداره زدنش ولی اگه جوش شیرین رو استفاده نکنید بعد از نیم ساعت که کباب شما پخت حالت لاستیکی پیدا میکنه پس حتما جوش شیرین رو استفاده بکنید چون قرار نیست که ما همیشه کباب کوبیده بخوریم و برای بدن ضرر داشته باشه جوش شیرین باعث میشه بافتش پوک و نرم بشه و همینطوری یه کمی زعفرون هم اضافه بکنید شروع کنید به ورز دادن بعد اینجا صبر و حوصله به خرج بدید یعنی حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه گوشت رو باید ورز بدید اینجا وقتی که میبینید گوشت به سختی از دست شما و همینطور ضعف بلند میشه آماده شده همینطور که میبینید چربی های گوشت به ظرف چسبیده و همینطور به دستکش من اینجا نشونه اینه که گوشت آم است برای سیخ گرفتن یعنی بعد از حدود 20 تا 25 دقیقه حتما باید به این زمان ورزش بدید اگه کمتر از این مقدار ورز بدید باز هم گوشت از سیخ کباب روی آتیش میریزه بعد از این مقداری آب ولرم رو نه آب سرد و نه آب گرم مقدار آب ولرم رو کنار دستتون بذارید به اندازه بزرگتر از یه پرتقال یعنی حدود 75 گرم از گوشت بردارید طبق تصویر توی دست شکلش بدید و به سیخ کباب بگیرید و روی سیخ کباب اونو پهنش کنید همینجور که طبق تصویر میبینید هر از گایی هم دستتون رو توی آب ولرم بزنید تا چسبندگی گوشت نسبت به دست شما کمتر بشه و روی سیخ کباب بشینه. گوشت رو کاملا و به اندازه یکسان روی سیخ کباب پهن کنید، اضافه شو بگیرید و با انگشت شست و سبابه سعی کنید روش حالت قلوه قلوه در بیارید و انتها و ابتدای گوشت به سیخ کباب رو حتما فیکس کنید که نریزه. میتونید همون موقع کبابش کنید و یا اینکه یک ساعت توی یخچال استراحت بدید تا تمام مزه خورده کباب بره و انسجامش بیشتر بشه نکته اصلی اینجاست وقتی که روی حرارت گذاشتید هر یک دقیقه یه بار و یا حتی زودتر باید سیخ رو دائما برگردونید تا گوشت به سیخ کباب بچسبه و وقتی که پخت کامل داره میشه و دو طرف کباب تقریبا به سیخ کباب چسبیده و قرمز شده و پخته شده میتونید برای طعم بهترش از زعفرون و کره که آب کردید استفاده بکنید طعمش رو دوچندان میکنه یعنی حتما انسان بکنید بی‌نظیر میشه بعد از اینکه آماده شد میبینید که نه از سیخ کباب ریخت و کیفیتش رو هم حفظ کرده و همطور که میبینید حتی اون قلوه هایی که روی گوشت انداختید هم نمایان هست به همون راحتی که دیدید میتونید بین دو تا نون قرارش بدید و ابتدا و انتهاش رو آزاد بکنید با یا و با یه فشار جزئی کباب را از سیخ جدا بکنید و همینطور اواسط پخت هم میتونید چربی گوشت رو بگیرید و از نون چربیش هم استفاده بکنید همینطور که میدید پوک آب داره نوش جانتون